جنگ شمال با گذشت هر روز مبهمتر شده می رود حملات طالبان در ولایت های شمال به پیمانه شدت گرفته که پای ماون اول رئیس جمهور افغانستان آقای جنرال دوستم را چند روز پیش به ولایت فاریاب کشانید دیر آقای دوستم هم از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفت اما آیا طالبان در شمال با همین قوتی که دارند مهار شدنی هستند سلام به برنامه خط کابل خوش آمدید من امین بابک هستم و مهمانم آقای فرهاد صدیقی عضو مجلس مانگان افغانستان همچنان تا دقایق بعد آقای جنرال دوستم از ولایت فاریاب در خط تلفن با خود خواهد داشتیم بسیار خوش آمدید آقای صدیقی آقای صدیقی با این شدتی که جنگ جنگ طالبا در شمال به خصوص در فاریاب قندوز تخار و بغلان به پیش میره یعنی فکر میکنید که ما قوت و هم توانمندی جنگ داشته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و همکاران تکنیکی تان و تلویزون تلویزیون جنگایی که در این اواخر عملات طالبان صورت گرفته بنا یک مشکلات و یک نبود استراتژی البته حکومت وحدت ملی است که ما چند روز پیش شما شاهد بودین که رئیس جمهور افغانستان گفت که ما در نهادهای امنیتی ضعف می بینم توانمندی ندارن ما امیدوار به این هستم که اماهنگی اگر صورت بگیره و اماهنگی بین نیروهای امنیتی باشه و رهبری درست داشته باشن ضرور نیست که معاون اول رئیس جمهور در جنگ اشتراک بکنه و معاون اول رئیس جمهور بره از صفحات شمال و از جایی که رأی گرفته از دفاع بکنه یعنی شما این اوج ناماهنگی در جنگ میبینید که یک مقام سیاسی میره داخل پروسه جنگ ما فقط اوج ناهمخوانی بین نیروهای امنیتی و رهبری سالم بین نیروهای امنیتی نیست بین ارگان های کشفی رهبری سالم نیست اگر این رهبری و مدیریت درست داشته باشند ما فکر کنم که دش... ما 350 هزار مسلح نیروی مسلح داریم این ضرور نیست که ما اون اول رئیس جمهور بره یا مردم مهاجر شود ما تنها از شهرها دفاع کرده نمیتونیم ولسوالی ها بدست از اوناست و استراتژی حکومت همیشه ای است که به دفاع قرار میگیره نه هیچ وقت نشونیدیم که تعرض بکنه حکومت بتونه ولسوالی ها را پاکسازی بکنه و مشکلاتی که در داخل حکومت است نظام باید خودشان کسایی را در اینجا بگمانند و کسایی را در شان بیارن که اینا واقعا مسلکی باشن و کسایی باشن که تکنیکی باشن بتوانند رهبری جنگ بگیرن در غیر از او اگر ما سلیق بر خود در جنگ شمال نشن. صورت میگیره بیشتر جنگ شمال به که به عنوان یک جنگ پیش برده و به عنوان یک نمایش پیش میشه سوی مقامات و سیاسی و امنیتی افغانستان شما فکر میکنید که با این شیوه که ما در برابر دشمن حرکت میکنیم بیشتر شعوری و نمایشی ما نتیجه را بدست بیاریم ما شما شاهد ازی بودیم که پارسال به می تاریخ ولایت کندز سقوط کرد بعد از این باز نیروهای امنیتی رفتن اونجا نجات دادن و پس دوباره شهر آزاد کردن یک و شاهد دو بار یا سه بار رفتن آقای جنرال دوستون بر صفات شمال به خصوص به ولایت جوزان و فاریاب رفت ولسوالی ها را تصویه کرد در زم... زمانی که ولسوالی را تصویه کرد یکی امنیت است برای مردم یکی تأمین ثبات است امنیت گرفت تصویه کرد خلاص شد ثبات باید در اونجا می آمد آقای جنرال دوستم زمانی که در جنگ رفت تصویه کرد بعد از برنامه امنیتیش برنامه ثبات تامین میکرد کلوسوال فال می بود محکمش فال می بود بوستاهاش تحکیم می شد قوای مسلح در ولسوالی ها حاکم بی بودند نه تنها که ما بریم نمایشی همه را آزاد بکنیم و بگویم که طالبها کشته شدند طالبا فرار کردند بعد از او باز دوباره برگشت آمد ولسوالی ها را طالبها ها گرفتند اما دلیلی که بیشتر حرکت های خیلی مقطعی صورت می‌گیرد در جنگ ما مثلا تجربیات از جنگ قندوز هم داشتیم در قندوز دیده شد که بارها مقامات امنیتی و مقامات سیاسی رفتن و دهای ده کردن و گفتن که ما قنوز تصفیه میکنیم اما دیدیم که باز هم سقوط کرد مثلا آقای جنرال دوستون به فاریاب رفت با امکانات گسترده امنیتی با تمام نیروهای امنیتی رفتن در فاریاب عملیات کرد اما دیده شد که طالب بار دیگر با هم قوت آمد فاریاب قرماچ سقوط داد و برخی از نقاط فاریاب تهدید کرد یعنی همین شیوی که اکنون روی دست گرفته شده این شیوه ما اصلا است و یا هم کاری دیگه با شبه که فعلا گرفته شده شما شاهد عزیب بودیم و شما که سال گذشته طالب ها آمدن کندوز ها گرفتن در حکومت و در نظامی که مکافات و مجازات نبود او نظام نظام نیست زمانی که اینا حمله کردن به کندوز دوباره کندوز آزاد شد رئیس جمهور رفت به کندوز قمندان امنی که عملا در جنگ بود فرار نکرده بود در مقابل طالب ها استاد شده بود اونا را تقدیر نکردن رئیس امنیت و بعضی کسای دیگر را تقدیر کردن و تقدیر نامه دادن بعدها رئیس جمهور فامید که اینا دست داشتن در سقوط کندوز و یا غفلت وظیفوی کرده بودن به کابل بودن اصلا به کندوز نبودن دوباره اونا را سبکدوی ساخت اینا شما تو فکر کنیم که ما پس اگر بتانیم راپور درست داشته باشیم آگاهی درست داشته باشیم گزارش درست داشته باشیم و بریم کسایی را که تقدیر بکنیم که واقعا نور جان خود را فدا کردن های شهدا را ببینیم باید نمیشه نمایشی که بریم رئیس امنیت یا والی را تقدیر نامه بدیم پس دوباره بیایم به مردم وعده و شعارهای انتخاباتی که قبلا میدادن او را به مردم وعده کنیم ما فکر میکنیم این مؤثر نیست برای مردم تکنیکی تلاش میکنن که تماس تلفنی ما را با قای جنرال دوستم وصل به صدام رئیس جنبش جوانان جنبش ملی افغانستان آقای کنشای هم وعده کرده که در برنامه تا بعد تشریف میارند آقای صدیقی سناریوی بیشتر جنگ نمایشی را که گفتیم اما دلیلی که طالب به این قوت می جنگه در شمال در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های خیلی استراتژیک افغانستان دلیل شما در کجا دلیلش این است که در صفات شمال افغانستان در بعضی جا در شمال جنوب شرق غرب هر جایی که بریم این از فاصله فاصله گرفتن مردم با حکومت است به خاطر از این است ای که در اولسوالیا او کسایی که مسلحستان مسلحای غیر مسئول ظلم بالای مردم روان است مردم از مسلحای غیر مسئول خسته هستند و دومی که هر روزی که مگذره والی های تحمیلی قماندان های امنی تحمیلی و کفایت مقرر میشن در اونجا زمان که اینا مقرر شدن اونجا با کاستای مردم رسیدگی کردن نمیتونن مشکلات مردم درک کردن نمیتونن محکمه فساد اداری به اوج خود در ولسوالی ها و ولایات است بنان مردم با حکومت همکار نیست این باعث میشه که شدت ناامنی ها زیاد میشه و دشمن حاکم میشه در منطقه اگر ما بتانیم که واقعا در ولایات نظریات مردم ها داشته باشیم واقعا بتانیم که به نظریات مردم لبیک بگوییم خواستهای مردم لبیک بگوییم و مردم ها کوشش کنیم که به خواستشان والی را این بکنیم قماندان امنیه و فاصله را بین حکومت و مردم ایجاد نکنیم باید کوشش کنیم که مردم نظریات شدت جنگ یک بخش رب میتین با فاصله گرفتن مردم و نپذیرفتن خواست مردم کاملا مردم از حکومت ناراض است بیکاری به اوج خود رسیده ظلم به اوج خود رسیده فساد به اوج خود رسیده مردم خود به خود از حکومت ناراض میشه فاصله میگیرن ناامنی بیشتر میشه تا زمانی که مردم با حکومت همکار نباشه حکومت چه حکومتی نیست اما دلیلی که بیشتر حرکت های خیلی سوال برانگی صورت میگیره یعنی شما اگر ببینین در بحث قندوز دیده میشه بجای اینکه مقاماتی که ولایت از س... 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 پیشان سقوط کرده مورد مجازات قرار بگیرن و یا مورد باسپور قرار بگیرن تقدیر میشن و یا هم اگر یک ولایت س... زیر... بت... 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 تهدید میشه از سوی طالبا خود موان اول رئیس جمهور به عنوان شخص دومی کشور میره از او ولایت س... میشه مثلا فاریاب دلیلی که حرکت های خیلی گنگ وجود داره در حکومت یعنی شما عامله در چی میبینید فکر میکنید با این سیاستی که ما داریم در مقابل طالب روی روی کرده بتونیم پیشتر برتون گفتم که اگر ما تا رفتن ما رئیس جمهور به یک ولایت و اون ولایتی که مربوط به خودش است به هیچ درد مردم افغانستان دوان نمیشه ما چرا استراتژی خوب نداشته باشیم چرا پلان جنگ نداشته باشیم استراتژی به با جنگ و تعرض نداشته باشیم چرا یک مدیریت خوب سالم یا یک ماهنگی نداشته باشیم بنان ما امروز براتون میگم ما اول رئیس جمهور رفت در جنگ اشتراک کرد تسویه کرد بعد از این امنیت اومد ثبات بر مردم مهم است آیا ثبات آورده میتونه یا نمیتونه در اون بار معلوم شد که نیامد این ثبات این بار اگر ماون رئیس جمهور خود به خود خودش از حکومت و از نظام فعلی شکایت میکنه ممکن امروز من فکر میکنم که به زخمی ها و به شهدایش تیارا پسانتر رسیده باشه، ناوقتتر رسیده باشه که انتقال بده حکومت باید در مدیریت سالم داشته باشه و رهبری درست اما بین نیروهای امنیتی باشه ضرور نیست که رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور یا رئیس اجرای بخیزه به جنگ اشتراک کنه بره و جنگ رهبری اما دلیل که اینجا بیشتر سیاست مجازات و مکافات نیست و ما در مسئله قندو با خیلی راحتی برخی از مقامات با مظرتخویی عبور کردن از موضوع قندوز و برخی را هم اینجا تقدیر شد در کابل از سوی برخی از نهادها بعد اگر دنیا ای است جناب و باباک صاحب که کسایی که مزرعت میخواین در پلوی مزرعت اول استیفا میتن بعد از او مزرعت میخواین که ما نتانسته مال بنان مزرعت میخواییم و استیفا میتیم همه خون هزارها جوان ما شهید شد ریخت هزارها فامیل از کندس بیجا شدن مهاجر شدن رفتن نان خوردن نداشتند اولادشان برهنه و پای لچ از کندوز فرار کردن رفتن بناهن ما ایرا نمیتونیم که با یک معذرت خواستن بتونیم قنات مردم افغانستان فراهم بسازیم به نظر ما به دیگه دنیا و اصلا قانون انسانی و بشری و نظام حکومتداری است که ما معذرت میخوایم تمام مندیش نداشتم استفاده میتونم امکارای ما در تلاش هستن که تماس با آقای دوستون وصل بکنن و یا هم یکی از سخنگوی آقای دوستم در این بحث حضور پیدا بکنند هرچند با ما وعده کردن که حضور پیدا میکنند آقای صدیقی شما بیشتر انتقادات در مورد حرکت های نمایشی و بیشتر چگونگی برخورد سمتی را داشتین اما بحث اصل گپ بحث حرکات طالب در, شمال افغانستان طالبه که هر روز مردم افغانستان را به قربانی میگیره هر روز مردم آواره میشه و هر روز جنایت خلق میکنند این طالب فکر میکنید که به این زودی ها بتانه حکومت افغانستان در برابرش کارهای را انجام بده تا یک بخشی از عملات تضیف بسازه ما پیشنهاد ما با آقای معاون اول رئیس جمهوری است که ما در صفات شمال قمندانی قل اردو داریم لواهای نظم آمه داریم قماندانی های امنیه داریم ریاست های امنیت ملی داریم برای بار آخر اگر معاون اول رئیس جمهور توانست که منطقه را پاک ساخت ولایات را تصویه کرد صبات برقرار کرد و به صدایش حکومت افغانستان لبیک گفت خوب نگفت بسیار شرافتمندانه به خاطر از که به مردم افغانستان کم به آبرومندانه بیا بر حکومت افغانستان و بر ملت افغانستان نواقص حکومت هم بگه این برش بهتر است که از معاونیت اول که در, جنگ میره استعفا بتا در خانهش پیش بدون کدام ای, ای برای مردم افغانستان بر خودش بسیار آبرومندانه است و مردم افغانستان هم شاید در بین مردم افغانستان در قلب مردم افغانستان جا داشته باش. خب در اینجا شما بس استفاره مطرح کردین اما بس تناقضگویی هایی که صورت میگیره یعنی بارها پیش از اینکه آقای دوستان به فاریاب بره گفتن که به قندوز میریم اما زمان قرمش خود کرد پلان تغییر کرد رفتن به فاریاب مثلا والی قندوز آمد مون لوی درسی متهم کرد آقای مراد مراد که در سقوط قندوز دست دارد آقای مراد مراد هم یک بخش افشاگری ها را گفت میکنه اما در کابل آمد گفت که تروستا و تروس های خارجی در سقوط قندوز داره آقای دوستان ما حکومت شکایت های داشت و اینجا بزرگترین پرسش مطرح میشه این که چرا این نامه و چرا این همه تناقضگویی در درون حکومت یا فکر نمی کنید که واقعا جنگ, شمال جنگ شمال افغانستان در برخ علاقات در کابل افغانستان مدیریت میشه جنگ شمال افغانستانی است که اول ما شما دیدیم که والی ولایت کندوز ما خجالت میکشیم که ما طوری یک والی داشته باشیم در کندوز بیشینه بر مردم بر رسانه ها بگویه همه از جانب خدا واقعا ما میپذاریم از جانب خدا اما مسلمان هستیم برای خدا پیش از این که تو ببینی اینقدر مردم قتل شد و اینقدر مردم از بین رفت تو جلبش گرفته ندانستی و آمدی از مردم هم پوزش بخوای ایوازه که بری خودم استفا بیتی هنوز هم میگوی که ما ای از جانب خداست یک حکومت افغانستان رئیس جمهور افغانستان باید در این راستا عاجل خودش تصمیم میگیره سر قماندان علای قوای مسلحه افغانستان است تصمیم خود میگرفت رئیس اجرایی تصمیم خود گرفت والی کندوز آنان بر باید برطرف میشد به محکمه معرفی میشد نظر به مغفی که برای مردم افغانستان زد بعد از اینکه به جایش یک والی خوب مقرر میشد و دشمن نشان میدادن به دشمن که ما میتونیم والی ما را برکنار کنیم میتونیم قماندان ما را برکنار کنیم اینا را به سارنوالی مریفی معرفی کنیم نه تنها کی کار نکردیم اونا را مورد تقدیر قرار میدیم بنان این بالای مورال سربازای ما تاثیر گذار است مورالشان را ضعیف می سازا. مورال دشمن بالا میبره. یک موضوع است دگه دیگه است که هر روز بیبی بی که جوانای ما و بچهای بسیار نازنین قوای مسلم همه میرن شهید میشن و در جنگ در جنگ با مقابل دشمن می متاسفانه جنرال هستند، که هستن قماندان های قلوردو لوا کندک همه در عقب جب هستن اونا نمیتونن که جنگ اداره بکنن حداقل اد خودشان باید در جنگ برن و جنگ اداره بکنن معاون اول رئیس جمهور زمانی که به ولایت فاریاب میره یا به ولایت جوزان میره ما از خود قماندانی قلوردو داریم ما اون رئیس جمهور میتونه از امیج رحبری بکنه بناهن معلوم به ایسته که قماندانی کلور دو ضعیف است اما هنگی بین نیروهای نه قماندانی کلور ضعیف است اما هنگی ضعیف است و یا اینجا نمیتونن. هم برخورد سلیقه‌ای صورت میگیره با برخی اصلا اداره کردن نمیتونن فساد در قطعات است نان سربازا از قراردادش دزدی میکنن از همه چیز دزدی میکنن به نان اداره کردن نمیتونن همه خجالت هستن پیش سربازای خود پیش سای منصبای خود اونا زمانی که پس فساد یک هست. یک دیدگاه دیگر هم این است که زمان کاخای دوم هر بار وارد جنگ فاریاب و جوزجان و برخی از ولایت های دیگر میشه اینجا بیشتر این مساله ربط میگیره با تمایل جغرافیایی که آقای دوستم داره آقای دوستم اگر واقعا من پیشتر براتون گفتم که تنها ولایت فاریاب مربوط یا ولایت جوزجان کندز مربوط به آقای جنرال دوستم نیست جنرال دوستم امروز معاون اول رئیس جمهور است شخص دومی کشور است تمام افغانستان مربوطش است تا او جنرال دوستم روان کردن در فاریاب یا جنرال دوستم رفتن برای در جلال آباد برای خوست همین جنگ رهبری بکنه از تجارب خود کار بگیره این جز از اون که رای آورده و اون جای مناطقی که مربوطش است این دفاع میکنه من فکر میکنیم که این جنگا گپا ب... برخوردای سلیقوی حکومت تصمیم درست برخورد سلیقوی یعنی چی گونه برخورد استراتژی برخورد سلیقوی است که شما ببینید در مناطقی که نشین است آقای جنرال دوستم میره از مردم ازبک نشین دفاع میکنه بنا ما باید مامون اول رئیس جمهور در کابل وزارت, وزارت دفاع را وزیر دفاع و داخله را پلان جنگ و جنگ بسازه استراتیژی خوب برشون بده حرکت کنند برن به جنگ ما قماندانی قلور داریم آل جنرال دوستوم اگر جنرال دوستو میره می جنگه خیلی قماندانی قلوردو چی میکنه اگر جنرال دوستم میره می جنگه نظم آمه و وزارت داخل چی میکنه ما فکر میکنیم همین از زمانی که مثلا چرا جنرال دوستوم به بغلان نمیره چرا آقای دوستم به قندوز نمیره چرا آقای دوستم به تخار نمیره و یا هم چرا به بدخشان نمیره که هر بار جنگ مثلا این بار دیده شد که پلانت قندوز بود اما غرموش چه خود کرد و فاریا قراری که ما معلومات دارم آقای جنرال دوستم میخواد که در جنگ کندوز برای اشتراک بکنه متاسفانه که جنگ در فاریاب صورت گرفت و حملات دشمن زیاد شد دشمن حملات خوده بالای فاریاب به خاطر از این زیاد کرد که دش... حکومت متوجه کندوز نشه کندوز کمی مورال مردم ها و مورال نیروهای نظامی ما را ضعیف بسازه جلب پیشرویش بگیره ما امیدوار به هستم که باید बिस्तर बरतन गुफ्त के मोबन ने अवल रईस जमहूर बोल ब کل افغانستان مربوطش هست و مربوط یک سم نیست مربوط یک سو نیست اگر ما قرار به با این باشه که رای آورده آقای جنرال دوستم از ولایت فاریاب و جوزان اینجا به ریاست جمهوری بر از اموجا دفاع کنه هر کسی که از هر مناطقی که رای آورده خودش مسلح بسازه خودش بر از اونجا دفاع بکنه این به نظر من خلاف قانون و خلاف عرف وطنی و در راستا باز برتان میگم ضعف حکومت و ناتوانی حکومت نشانه آقای صدیقی دشمن خیلی تکتیکی حرکت میکنه در بحث جنگ شمال زمانی که شما میبینید که جنگ در قندوز در میگیره جنگ قندوز کمی سرد میشه فاریاب در میگیره در بغلان مثلا برخی از جاها را تهدید میکنه در تخار برخی از جاها را سقوط میده در بدخشان هم حرکات های را انجام میده یعنی فکر نمیکنید که جز از یک برنامه کلان است که یکی خود که که شما گفتین وجود داره بر صلیقه وجود داره ناتوانی هم وجود داره و ما نخواستیم در برابر دشمن برخورد خیلی جدی بکنیم این جنگ پلان جنگ و استراتژی جنگ آیسای پاکستان می‌سازد بر مر... روان روان کنه و عملا سایمن صبا و نظامی های پاکستان در این جنگ هستند در رهبری جنگ هستند اونا بسیار محتاطانه و بسیار دقیق برنامه گرفتن و برنامه خود را تطبیق میکنند مشکل در اینجاست که ما ارگانهای کشفی ما باید بر حکومت افغانستان بر نهادهای امنیتی بر وزارت دخ... دفاع و داخل اطلاعات داده و دشمن پیش از پیش بر زونو تعریف بکنه که چقدر وسایل دارن چقدر سلاح دارن و چقدر اینا مجهز آمدن در اینجا. اگر ما این تعریف نکنیم ارگان های کشفی ما همین قسمی که نامهنگی باشه اونا به با یک اماهنگی خوب اونا و استراتژی بسیار مهم از یک کشور بیگانه دستور برنان عرکت میکنن برنان حرکت میکنن میادن افغانستان نام نیست راه حل جنگ شمال افغانستان با توجه به مجموع رقابت هایی که اکنون به وجود آمده یعنی بیشتر ربط نگیره به رقابت های بیرونی بس گسترش جنگ شمال شما فکر می کنید که راه حل حکومت پیدا بتونه برای راه حل حکومت بسیار گپ ساده است حکومت افغانستان اگر ما بتونیم واقعا در قدم اول رهبرای حکومت وحدت ملی سر وحدت ملی افغانستان کوشش بکنم که مردم افغانستان وحدت ملی داشته باشن یک دو می که اگر ما بخوایم که تاجک بره به ساحه تاجک نشین جنگ بکنه و پشتون بره در ساحه پشتون نشین مثل کال آقای ماون اول رئیس جمهور رفت در ساحه ازبک نشین از ازبک ها دفع کم نه حکومت جور میشه نه مردم جور میشه نه آرامی دهی وطن میه هر زمانی که ما وحدت ملی داشتیم و تانستیم که اما هنگی را بین نیروهای امنیتی آوردیم در او وقت ما میتونیم که امنیت هم تمین بکنیم مردم ما را بسید بسازیم و یعنی شما به باور هستین که چون این کارو شوان که شما پیشنهاد میکنید؟ من پیشنا... بهی باور هستم که پیشنهاد و ترهای نو... عرف دل مردم که مردم ها ما بر حکومت افغانستان میگیم از طریق شما بر سانه ها نمیگیم امیدوار بهی هستم که حکومت افغانستان در نظر بگیره ایگه پاره و عملی بساز سپاس بزارم آقای فرحا صدیق و زمیلی سمانیدگان افغانستان از حضورتان در برنامه خط کابل این شب بین دا عزیز. آقای جنرال دوستون وعده کرده بودن که سری خط تلفن با ما وصل میشن اما شما شاید بودن تا دقایق اخیر برنامه وصل نشدند همچنان آقای کنشگاه ترکستانی رئیس جوانان جنبش ملی هم وعده کرده بودند که در برنامه تشریف میانند اما شما دیدیم که تا اخیر برنامه در برنامه حضور پیدا نکردند و پرسش هایی که متوجهشان میشد متاسفانه که به پاسخ باقی ماند سپاسگزارم از حضورتان همکارم رازقیار پس از وقفه کوتاه مرور بر روزنامه و سایت خبری دارد تا برنامه بعد خدا سلام من رازقیار هستم شما بیننده مرور بر روزنامه ها و پایگاه های مهم اینترنتی امروز هستید گزارش های زد و نقیز در مورد زخمی شدن جنرال عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری سفر عبدالعبدالله به عربستان سعودی و همچنین احتمال نفوذ گروه داعش به شمال کشور از موضوع های اصلی روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی امروز است. رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید در سفرش به عربستان سعودی توافقنامه های در عرصه های مختلف به امضا میرسد عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران این سفر را در تحکیم روابط در منطقه مهم خوانده است آقای عبدالله را در این سفر سه روزه که امروز آغاز می شود 22 تاجر ملی همراهی می کند. از سوی دیگر رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید معاون اول ریاست جمهوری دیروز در ولایت فاریاب هدف حمله مخالفان مسلح قرار گرفت و زخمی شده است پایگاه اینترنتی صدای آمریکا نگاشته عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی که قبل از سفرش به عربستان سعودی در شورای وزیران با خبرنگاران صحبت می کرد گفت جراحت جنرال دوستم عمیق نیست ولی وضعیت صحیحش خوب است منابع از ریاست جمهوری در گفتگو با صدای آمریکا حمله بالای جنرال دوستم را در فاریاب تایید کرده و گفتند که در این حمله پنج محافظ معاون اول ریاست جمهوری کشته شدند اما به خود وی آسیب نرسیده است فرمانده قل اردوی 215 میوان در هلمند می گوید عملیات شبانه نیروهای کماندو بر ضد مخالفان مسلح در این ولایت جریان دارد پایگاه اینترنتی رادیو آزادی نگاشته ولی محمد احمد زای امروز در یک نشست خبری در هلمند گفت حلقات جنگی مخالفان مسلح در هم شکسته شده و در 24 ساعت گذشته ده ها مخالف مسلح در این ولایت کشته شدند. همچنان محمد حکیم انگار فرمانده زون 505 پلیس گفته است که به هدف جلوگیری از عملیات تهاجمی و انتحاری مخالفان مسلح شماره زیاد از افراد پلیس را در جاده های شهر لشکرگاه جابجا کردند. در این حال نشریه آنلاین دیجیتال ژورنال کانادایی در آخرین شماره خود مقاله را درباره افزایش ناامنی در ولایت هلمند به نشر رسانده است. در این مقاله آمده است که هلمند برای چندین سال مرکز عمده نیروهای خارجی به شمار می رفت. اما اکنون به یک منطقه ناامن مبدل شده و این ولایت در مجموع در خطر سقوط قرار دارد به نوشته نشریه در نتیجه جنگ و درگیری های شدید در این ولایت صدها تن کشته و هزارها تن دیگر مجبور شدند تا به شهر محاصره شده لشکرگاه پناه ببرند روزنامه ماندگار با اشاره به سخنان اخیر معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستام در مورد احتمال نفوذ داعش در شمال کشور نوشته که برنامه های برای ناامن ساختن شمال در دست اجرا است به نظر روزنامه موضوع اخراج تند و سری مهاجران از پاکستان و جابجایی آنها در شمال کشور هم مرتب به همین موضوع است به نوشته ماندگار در حال که ساکنان خود ولایت قندوز به دلیل ناامنی ها آواره شدند پاکستانی ها زیر نام مهاجر افغانی به این ولایت فرستاده می شود روزنامه افزوده هزاران نفر دیگر در ولایت های غربی نیز زیر عنوان آوارگان داخلی مستقر شدند و روزنامه سرنوشت در سرمقالش به وضعیت امنیتی کشور پرداخته و تذکر داده است که ماه گذشته برای افغانها یک ماه خونین بوده است در سرمقاله گفته شده که هرچند در گذشته نیز کشتار و جنگ وجود داشته اما در یک ماه گذشته جنگ و کشتار در کشور بی سابقه بوده است در سرمقاله به مثالهای از وضعیت امنیتی اخیر در برخ ولایت افغانستان اشاره شده و گفته است که دیگر نیاز است تا به این جنگ و وحشت را بالای افغانها حاکم کرده نکته پایان گذاشته شود از اینکه با ما بودید تشکر تا بعد خدا نگهدار